درود بر شما همراهان گرامی و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی کشورمان. موضوع اتحاد گروه‌های اپوزیسیون ایران در حال حاضر یکی از داغ‌ترین مباحث سیاسی در میان معترضان و مردمی است که همه چشم انتظار روی دادن اتفاقی هستند که بتوانند هر چه زودتر پایان رژیم غاصب، فاسد و ضد انسانی جمهوری اسلامی را به چشم ببینند. در همین راستا رادیو ملی آمریکا NPR اعلام کرده است که در برنامه‌ای به میزبانی تامارا کیث، احتمالاً میز گردی میان شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون برقرار خواهد کرد. میزبان این برنامه یکی از معروف‌ترین تحلیلگران رادیو ملی آمریکا است و در توییتر شخصیش گفته است که درخواست برگزاری این میز گرد ارائه شده است و ما بی صبرانه منتظر پاسخ مثبت شرکت کنندگان هستیم. او گفته است که اگر چنین میزه گردی بتواند انجام شود، نه تنها ارزش خبری خواهد داشت، بلکه ممکن است خروجی آن اتفاقی مهم در سرنوشت مردم ایران باشد. در همین مورد بسیاری از تحلیلگران و صاحب نظران سیاسی معتقدند که اتحاد میان گروه‌های اپوزیسیون میتواند یکی از مهمترین حلقه های پایان دادن به رژیم جمهوری اسلامی باشد. در همین راستا بامداد اعتماد می نویسد که اکثریت مردم خواهان پایان جمهوری اسلامی اند، اما وجود این خواست عمومی کافی نیست. ما باید جایی به قدرت اسلحه دست پیدا کنیم تا بتوانیم قدرت اسلحه حکومت را پس بزنیم. قدرت مورد نیاز ما هم با قدرت محدودی که ایده هایی چون مبارزه مسلحانه می تواند در اختیار ما قرار دهد قابل تأمین نیست و برای پیروزی این خیزش انقلابی باید در نهایت بخشی از قدرت نظامی حکومت به سمت مردم بچرخد. این تصور که مردم می توانند یکی یکی پادگان ها را تسخیر کنند نشدنی است و نه حتی اگر شدنی بود گزینه ای هوشمندانه است، چون این سناریویی به غایت خونبار خواهد بود و در فردای سقوط این حکومت ما را با مشکلات امنیتی فراوانی مواجه خواهد کرد. برقراری امنیت و شروع روندهای دموکراتیک در جامعه‌ای که در فرایند انقلابش همه مسلح شده اند به این راحتی ها امکان پذیر نیست، چون این فضای ناامنی مستعد ظهور چهره هایی است که از درون نیروهای امنیتی و نظامی فعلی سربلند می کنند و با وعده برقراری امنیت تمام قدرت را قبضه می کنند. اما آنچه شدنی است این است که بخشی از بدنه نیروهای مسلح تصمیم بگیرند که سقوط جمهوری اسلامی حتمی است و به جای آنکه در یک جنگ خونبار کشته شوند یا سرانجام به دادگاه‌های نظامی سپرده شوند، بهتر است به سمت مخالفان رژیم بچرخند و آن نیروی مسلحی باشند که در نهایت اپوزیسیون به آن نیازمند است. این مسیر تنها مسیری است که می شود از آن عبور کرد و به یک ایران سکولار و دموکراتیک رسید. برای این اتفاق مهم هم باید چند نکته را در نظر بگیریم. اول اینکه ما به جمعیت‌های بزرگ در خیابان نیاز داریم. ما باید نشان بدهیم که عزم ما برای تغییر و عبور از جمهوری اسلامی کاملا جدی است. دوم اینکه ما کماکان باید پیروز آن جنگ اخلاقی در مواجهه با حکومت باشیم. ما باید در ذهن آن نیروهای نظامی که در این لحظه دچار تردیدند کماکان محق‌تر و اخلاقی‌تر از حکومت دیده شویم. نیروهایی که نسبت به حفظ تمامیت ارضی ایران مقید نیستند طبیعتاً نمی‌توانند این جنگ اخلاقی را ببرند. و در نهایت ما به شخص یا اشخاصی نیازمندیم که بدنه نیروهای مسلح آنها را بشناسند، بدانند که می توانند با آنها مذاکره کنند، به توافق برسند و در نهایت قدرت خیش را به آن منتقل کنند.
ما هنوز با این نقطه اندکی فاصله داریم. ما باید جنگ های دیگری را ببریم. ما باید جمعیت های بسیار بزرگتری را به خیابان بکشانیم تا سقوط جمهوری اسلامی در ذهن آن بخش از نیروهای مسلح غیر قابل انکار باشد. شکست حکومت واقعیتی دیده شود که ظرف چند روز یا نهایتاً چند هفته بالاخره اتفاق می افتد. اما چه کسی یا کسانی می توانند آن گروه باشند که طرف مذاکره نیروهای مسلح قرار می گیرند و در نهایت فرایند انتقال قدرت را محقق می کنند؟ چه کسی یا چه کسانی می توانند با کشته کمتر این جنگ را تمام کنند و ما را به پیروزی برسانند؟ آن شخص یا اشخاص لااقل باید در ذهن بخش مؤثری از جامعه مشروعیت سیاسی داشته باشند. باید بشود تصور کرد که به قدرت می رسند. ساده تر حتی باید بشود آنها را در جایگاه قدرت ببینیم. باید تصویری از حکومت آنها در اذهان وجود داشته باشد که آن نیروی مسلح قانع شود تن به چنین قماری بدهد. درست که نگاه کنید در شرایط فعلی به جز رضا پهلوی هیچ کس دیگری واجد چنین شرایطی نیست. هیچ چهره دیگری در بیرون ساحت جمهوری اسلامی وجود ندارد که بشود او را در جایگاه قدرت در حال حاضر تصور کرد. مسئله هم بیش از آن که ناشی از توانایی‌های شخصی شاهزاده پهلوی باشد، ناشی از نسبت او با نظام پیشین است. ما همگی می‌دانیم که اگر انقلاب نشده بود، او امروز شاه ایران بود. موافقان و مخالفان او بارها او را در آن جایگاه تصور کردند. تصور او در قدرت فقط محدود به موافقان و مخالفان او نیست. نیروهای درون حکومت هم وقتی به فضا نگاه می کنند، فقط او را می یابند که در چنین جایگاهی قرار دارد. در نتیجه تنها می توانند با او مذاکره کنند و قدرت خیش را به او منتقل کنند. بخشی از این موقعیت استثنایی شاهزاده پهلوی هم محصول این واقعیت است که سیاستمدار یا رهبر سیاسی، کسی که بشود او را در رأس قدرت تصور کرد و از او فرمان گرفت، اساساً در خارج از ساحت قدرت شکل نمی‌گیرد. رضا پهلوی تنها سیاستمدار ایرانی است که در خارج از حلقه خودی‌های جمهوری اسلامی قرار دارد. دلیل این مسئله هم واضح است. چون او پیش از دوران تمامیت خواهی جمهوری اسلامی در قدرت بوده و این تصویر یا ذهنیت که او می تواند در رأس قدرت قرار بگیرد در نظم و نظام پیشین ساخته شده است. باید موقعیت استثنایی رضا پهلوی را درک کرد و به اعتبار جایگاه او افزود. البته این به این مفهوم نیست که او می تواند به تنهایی جمهوری اسلامی را ساقط کند. رضا پهلوی در این نقش نیاز دارد تا رادیکال ترین مواضع را نگیرد و در نقطه مقابل او نیاز دارد کسانی دیگر آن رادیکال ترین مواضع را اتخاذ کنند. علاوه بر این، بستگی او به نظام پهلوی و شاهنشاهی برای او مشکلاتی هم ایجاد می کند. به هر صورت، چه خوشمان بیاید چه نه، برخی از مردم با پدر و پدر بزرگ او مشکلاتی دارند. نیروهای مدنی به مراتب بهتر از او می توانند مردم را در شهرهای مختلف به خیابان بکشانند و در نهایت برگزار کنندگان آن تظاهرات های میلیونی باشند. اینجاست که نقش چهره هایی نظیر مسیح علی نژاد و حامد اسماعیلیون مهم می شود. مسیح علی نژاد در این سالها رادیکال ترین مواضع را گرفته است. او بستر جامعه را می شناسد و منطقش منطبق با عقل متعارف ایرانی است و به همین خاطر می داند کدام موضوع را می شود به مطالبه عمومی بدل کرد. از سوی دیگر خانواده های دادخواه به مراتب بهتر می توانند معترضان را به خیابان بکشانند. آنها در ذهن همه ما یک مشروعیت اخلاقی بسیار قدرتمند دارند. شخص حامد اسماعیلیون هم توانایی های فردی فراوانی دارد. خوب می نویسد، خوب سخنرانی می کند و به زبان مورد پسند طبقه متوسط ایران صحبت می کند. حامد اسماعیلیون برای این طبقه چهره ای الهام بخش است، اما او معذوریت اخلاقی دارد. نمی خواهد نقشی در فرایند انتقال قدرت داشته باشد.
نمیخواهد مسئولیت اخلاقی در قبال آینده بپذیرد. باید این معذوریت اخلاقی را درک کرد و به آن احترام گذاشت و باید چیزی را از او خواست که او میتواند انجام دهد و این تنها مسیری است که میشود ایران را از چنگال این جانیان رها کرد و یک حکومت سکولار و دموکراتیک در آن بنا نمود. و البته لازم است تکرار کنیم که آنچه در اینجا آمد درباره نقش این افراد تا لحظه برگزاری انتخابات آزاد است. برای فضایی است که ما این امکان را نداریم خواست جامعه را بی واسطه بشنویم. اینکه در آینده هر کدام از اینها چه جایگاهی خواهند داشت مطلقاً باید به انتخاب مردم وابسته باشد. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.